اینک فرصتی درخشندگی پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در روز سوم هم در رسید. کامران شاه استوپیریان از زمره ورزشکاران تاجیکستانی که در کارنامه‌اش عنوان قهرمانی آسیا را دارد، با جداگی سفید با اعتماد خاص به خود به صحنه رقابت می‌برآید. از پشت او هم فریدون استوپیروف برادر او که به صفت مربی او را همراهی میکند. کامرانشاه استوپیریان در کارنامه‌اش یادآور میشویم که دو مرتبه چمپیون آسیا شده است، سالهای 2016 و همچنین 2017 در مسابقات قهرمانی آسیا با گرفتن نشان طلا شرفیاب شده است و در فینال در رقابت نهایی کامرانشاه که برای به دست آوردن مدال برنزی می‌جنگد در برابر حریفش از مغولستان گانتولگا التامباگانا رقابت خواهد کرد. گالتونگا التامباگانا ورزشگری 27 ساله مغولستان و او هم در کارنامه‌اش در مسابقات آسیایی بارها اشتراک کرده است و همگی یک بار تا فینال رسیده، در فینال شکست خورده است و برنده نشانی نقره شده است که آن هم در بازی های آسیایی سال 2018 در جاکارتا در اندونزیا بود. کامرانشاه با سبب از مربع خارج شدن یک کارت زرد میگیرد و رقابت ادامه خواهد یافت. به نظر میرسد که فریدون هم توصیه میدهد به کامرانشاه که از کدام سمت بگیرد و سمت مقبول حریفش چی است و حریفش به کدام سمت مالی حمله کردن را دارد و این جست به نتیجه بود و در جست نوبتی خواهم دید که چی اتفاق خواهد افتاد. فریدون هم میگوید که دستی چپی با دستی چپی حریف بیشتر توجه کند و همسو هم درگیر شود. شاید مربی هم احساس کرده از هدفی گانتولگا یعنی فریدون شاید احساس کرده باشد. ببینید با سمت چپ مایل اجرا کردن اصول دارد گانتولگا. کامرانشاه هم به سمت راست و ببینید چی اتفاق میافتد. به وزر خیلی شباهت داشت. ببینید در برخورد نزدیک کامرانشاه در اینجا دستی بالا رو داشت. خیلی عالی رقابت کرد. خیلی یک زیدی حمله فوق‌العاده شد. اگرچه خودش هم حمله کرد و حریف هم جواب گرداند، ولی در برخورد نزدیک کامرانشاه دستی بالا داشت. قریب به وزر شباهت داشت. یادآور میشیم که در سال 2018 هم در بازی های آسیایی کامرانشاه استوپیریان با گانتولگا التامباگانا رقابت کرده بودند و آنجا در مرحله نیمه نهایی روی هم شدند و در 3 دقیقه 45 ثانیه گانتولگا التامباگانا با یک وزری و وزری عوضت ایپان با کامرانشاه پیروز شده بود. یعنی دستی بالا رو داشت در برابر کامرانشاه پیروز شده بود و یادآور میشم که سال 2018 هم در گرند اسلم دوسلدورف کامرانشاه استوپیریان با گانتولگا رقابت کرده بود برای به دست آوردن مدال برنزی روبرو شده بودند و در آنجا هم گانتولگا با یک وزری پیروز شد. اکنون اوچیماتا معمولی کامرانشاه قریب در حال تطبیق شده بود اما تا لحظه پایانی کنترل نشد و یادآور میشیم که در مسابقات گران پری انتالیا در سال 2017 کامرانشاه استوپیریان با گانتولگا التامباگانا مغولستانی هم رقابت کرده بود. در سال 2017 گانتولگا در گران پری انتالیا هم با کامرانشاه رقابت کرد و در آنجا با نتیجه 1-0 در فینال
پیروز شده بود که فعلا خواهم گفت در آنجا چگونه آن وزر اتفاق افتاده بود. در مجموع مدت 6 دقیقه مدت 7 دقیقه کامرانشو با گانتولگا رقابت کرده بود در فینال، ولی با یک وزر بازنده شده بود. یعنی 3 مرتبه کامرانشو با گانتولگا آلتان باگانا رقابت کرده است. در حرفیتش در رقابت های گوناگون سطح جهانی 3 مرتبه بازنده شده است در برابر این ورزشکار مغولستانی. ولی ببینیم آیا این بار توان گرفتن یکی از انتقام ها را در برابر این حریف دارد یا یکی از ناکامی ها را میتواند که جبران کند. اما نه، اینجا یک وزری با و استوپیریان بسیار عالی کامرانشو عمل کرده خوبه داشت در 30 ثانیه پایانی. اما ببینید اینجا داوران اشاره میکنند که این وزر با گانتولگا بود، اجرا کننده اصول کامرانشو بود، در حالی که گانتولگا بروی تتمی میافتید یک پرتو بکرد و هم ترتیب وزری. اکنون کامرانشو فقط در خط حمله باید باشد و اینجا یک چنگ زد کامرانشوی گانتولگا، به نظر میرسد که او سیب دیده باشد. و رقابت ادامه مییابد. 22 ثانیه تا پایان وقت اساسی. یک حمله بسیار سخت از کامرانشو باید صورت بگیرد و به همین شیوه هم میکند. از کمربند حریف هم درگیر میشد. ببینید این فالشاتک باعث گرفتن یک وز شیدو خواهد شد برای گانتولگا. ببینید چگونه فرار میکند از حمله ها. بله، فالشاتک یا حمله دروغی. 14 ثانیه تا پایان وقت اساسی. کامرانشو برای یک پرتاب معمولی ثانیه های پایانی ورود یا داخل شدن. ببینید یک مرتبه دیگر، ولی نمیتواند متاسفانه. کامرانشو در اینجا بازنده میشد، ولی شیدوی دویم هم گمان میکنم برای گانتولگا هیچ تأثیر نخواهد داشت. اگرچه فریدون هم ادعا میکرد که یک شیدوی دیگر با گانتولگا داده شود، ولی شیدو گمان میکنم تأثیر نخواهد داشت. متاسفانه کامرانشو استوپیریان مرتبه چهارم که با گانتولگا روبرو میشود، چهارمین بار هم ناکام میشود. یعنی گانتولگا به نظر میرسد که از کامرانشو شناخت خوب دارد، نکات سست و سخت کامرانشو را خوب میداند. چیلوچ ورزش است، بدون برد و باخت ها را تصور کرده نمیشود. به همین ترتیب گانتولگا آلتان باگانا ورزشگر 27 ساله مغولستان برنده نشانی برنجی شد و گانتولگا یادآور میشم که با یکی از اسطوره های جدا هم روبرو شده است. دوستان عزیز، با سرمربی تیم فعلی ازبکستان ایلیاس ایلیادیس در سال 2017 هم